در کانال وقت داستان با جان شیفته همراه ما باشید اثری از رومان فتوحی <موسیقی> کارگردانی و تنظیم حسین آشتیانی جلد چهارم بخش دوم ماه مه در فلورانس آفتاب به آن سوی گوتا گریخته بود گوتا سن گوتا کوهی از رشته های آل در سوئیس خط آهن میان سوئیس و ایتالیا از زیر این کوه در تونلی به درازی تقریبا پانزده کیلومتر میگذرد آنان تا لوگانو به دنبالش رفتند. آنجا زیر تارومی روزی که بر فراز دو خاکریز جاده تاق میبست ژورژ را یافتند که بازوانش را به سوی خوشه های دور از دسترس بلند کرده خندان دهن گشوده بود و گویی میخواست آنها را بنوشد دختر دیدشان و خود را به آغوش آنان درف کرد جورج آنجا به پدر خود پیوسته بود که به عنوان گواه در دادگاه حضور یافته بود و اما دادگاه برای محاکمه آن هوانورد ایتالیایی مهاجر تبعیدی بود که کیسه های پر از اعلامیه‌های های ضد فاشیستی را بر فراز میلان ریخته بود و در بازگشت دست و بال خود را در برخورد با گوتار شکسته بود. مرد زخمی شده از جانب حکومت فدرال درمان و در همان حال بازداشت شده بود و اینک به اتهام تجاوز به بیطرفی خاک سوئیس به دادگاه بلنتسونا کشانده شده بود. کسانی که به سود او گواهی دادند کم نبودند و از آن میان کسانی از گروه های اصلی مهاجران ایتالیایی که او را می شناختند و به او ارج می گذاشتند. همچنین برای این کار دست به دامان جولین شده بودند. این یک هرچند هم که کار فراوان داشت و برای هر ساعتی که از پرداختن به علم باز می ماند از ته دل مینالید هر زمان که لازم می افتاد هیچگاه از انجام دادن وظیفه خیش به عنوان شهروند جهان و گذاشتن وزنه اعتبار خود در ترازویی که ستم دیدگان و شورشگران بر ضد خودکامگان را در آن میسنجیدند در تردید نمی ما. مرگ بر جباران گفته شیلر شعاری که این آزادی خواه پیر بر قلب خود نگاشته بود. گواهی او در این دادگاه سر و صدای بسیاری برانگیخته بود تا به جایی که متهم در آن سرانجام مدعی شده تبعیدیان سرشناس که از لندن و پاریس آمده بودند فرصت را مقتنم شمرده بودند تا در پیش چشم همگان بر گونه تبعید کنندگان خود سیلی بزنند و دادرسان دموکرات آن شهرستان سوئیس که همدردی خود را با قهرمانان آزادی درست نمی توانستند پنهان بدارند رأی به تبرئه داده بودند ولی در برن شورای فدرال سوئیس که از باستاب یک چنان قضاوتی نگران بودند و میخواستند خودخواهی پرتشنج همسایه خطرناک خود را مراعات کرده باشند این حب تلخ را با کمی شکر اندودند یعنی هوانورد تبره شده را به ظاهر به زندان کم اهمیتی محکوم کردن همه این خبرها مردم را سخت تحریک می و تناسانی پرهم همه لوگانو از آن به جوش و خروش می زیر تاغنماها و در کافه ها وزوز زنبوران براشفته در گرفته بود و مگس های دو پا هم کم نبودند. از این کرانه به آن کرانه دیگر دریاچه در رفت و آمد بودند. در آن روزهای خوش دیوارهای لوگانو همچنان که به هنگام عید شکرگزاری مسیح با گوشهایی که به گوشداری مانده بودند مفروش بود آن هم از هر قماش برخی برای مردم بومی و برخی دیگر برای بیگانگان آنت جورج مارک هیچ کدام پروای آن نداشتند ولی تجربه آسیا بیدرنگ او را بران داشت که مراقب باشد. همین که به مجمعی وارد می خبرچین را بو می نگاه پیوسته در حرکتش که گرد چهره ها می گشت بی هیچ خطایی به یک ضربه ناگهان نیش خود را در حریف فرو می کرد. آن یک سوزش آن را حس می کرد. و بارها در پیرامون آن سه همراه دیگر که گرد یک میز کافه نشسته بودند از این زورآزمایی بی صدای نگاه ها در گرفت بی آنکه آنان بویی از آن ببرند از آن ستن هیچ یک در بلند بر زبان آوردن اندیشه خود پروا نمی کرد و مارک که مانند بچه ها برای قلقلک دادن خنده دلپسند و بلند و کودکانه جوش خوش داشت شمشیر چوبین آرلکن را بر پشت بردگان سیاه و این نامی بود که او به پیراهن سیاهان میداد فرود آورد آلکن از چهره های نمایشنامه های خنده آور با رختی از پارچه های رنگارنگ، رنگ، سه گوش و یک نقاب سیاه و یک شمشیر چوبی هرگاه که آسیا دست خود را بر دستش می نهاد و آهسته می گفت انقدر بلند حرف نزن چشمان خود را به تعجب باز می کرد و می پرسی. برای چی؟ و آسیا به فکر فرو می رفت و با خود می گفت از همه گذشته برای چی نه؟ به جهنم بگذار دل خبرچین هایی که در کمین هستند خوش باشد جاسوسانی که در خارج کشور در سفر هستند به اهانت دیدن عادت دارند آنان گستاخی های زبانی چند جهانگرد رهگذر را نمی بایست چندان به دل بگیرند ولی دیری نگذشت که مارک شناخته شد. چه او را در مصاحبت نزدیک ژولین می دیدند که نقش او در دادگاه جلب توجه می کرد. با عنوان رئیس افتخاری اتحادیه بینون مللی ضد فاشیست در نخستین ردیف فهرست سیاه جا داشت و مورد مراقبت خاصی بود که از آن نمی گریخ. به آن بی بود. همکار جوانش نیست. در لوگانا از همچو مراقبتی بهرهمند شد. در میان کسانی که در پی شرکت جستن در گفتگوهای ایشان بودند، یک جوان ایتالیایی بود که مارک پیش از آن هم در محافل ضد فاشیستی پاریس به او برخورده بود. این جوان چهره زیبای باهوشی داشت که یک خال بزرگ بر گونه و پاره ای تکانهای عصبی پریدن پلک چشم از زیبایی او میکاست. نام او بو و نامیکو بود و دشمنی هیستریکواری از خود به رژیم نشان میداد. او میان پاریس و لندن و بروکسل در رفت و آمد بود و به گروه های مختلف مهاجران سر میزد در آتش شور و خروش مقدسی میسوخت و به ایمانهای دلسرد شده گرما میداد و سربسته نقشه های مبهم ولی پرگیر و داری درباره مندازی و توطعه به ایشان پیشنهاد میکرد. نقشه هایی که خاطره ی توته گران کاربوناری را به یاد می کاربوناری جمعیت سری سیاسی در ایتالیای آغاز قرن نوزدهم که هدف آن آزادی و وحدت ایتالیا بود. سیاست مداران کار تبعیدی او را به چشم جوانی رومانتیک می نگریستند و از او پرهیز می جوانان که بیشتر گرایش به فعالیت داشتند به رقبت گوش به او میدادند ولی چون تجربه آموز شده بودند تلقینات او را با خویشتنداری پذیره میشدند او پشتکاردار و شکیبا بود و اشک در چشم با خشمی فرو خورده از مادر پیر و از برادر جوان خود سخن می گفت که در فا به گروگان نگه داشته شده بودند و زندگانیشان در خطر بود. فاینتزا شهری در ایتالیا واقع در جنوب خاوری بولونیا. هیجان او را این تبعیدیان که بیشترشان از همین دردها رنج می بردند احساس می کردن. اون او نزد همشان راه داشت، خدمتگزار و فعال بود، گدامنشی هیچ نشان نمیداد در او فقط این وسواس را سراغ داشتند که همیشه میخواست جامدان یا برخی کاغذ را پیش این یا آن به امانت بسپارد و این می توانست معذور باشد چه او پیوسته در سفر بود ولی دیگران برای آنکه او به امانت داریشان برگزیند خیلی سر و دست نمی شکستند ناراحتی هایی که در این اواخر از سوی پلیس برایشان فراهم شده بود به ایشان آموخته بود که مردم تبعیدی به سودشان نیست که دست راستشان از آنچه دست چپ دریافت کرده است بیخبر باشد معمولا چنان میکردند که امانت او را به دیگری بسپارند باری مارک هم چند بار اگر نه با خاطری خوش امانت او را گرفته و نگه داشته بود زیرا دور از ادب میشه که از پذیرفتن خواهش او شانه خالی کند مارک از این احانت ها که بر بو و نامیکو روا می داشتند رنج می برد. این هم بیشک از آن رو بود که پوستی حساس تر از بو و نامیکو داشت. چه این یک هیچ دلتنگی نشان نمی داد. حتی اندک خاطره ای از آن در او به جا نمی ماند. زیرا بیان که خستگی به شناسد تشبسات خود را نزد کسانی که دو یا سه بار از پذیرفتن امانت سرباز زده بودند از سر می گرف. و اگر شرم ساری در کار بود می بایست نصیب کسانی باشد که امتنا ورزیدن. زیرا بدگمانیشان را هیچ چیز توجیه نمی کرد. بو نامیکو اگر کینه به دل نمی گرفت، از حق شناسی بی بهره نبود. مارک را با توجهات خاصی که به او نشان میداد سرفراز میکرد. دو سال پیش در زمانی که همت ها مصروف گریزاندن زندانیان جزایر لیپاری بود و شخصیت‌ها در فرانسه و انگلیس و بلژیک فعالانه به دین کار می پرداختن. و مارک که از این تشبسات به شور افتاده بود به کنایه و از سر فهمانده بود که در این باره بیش از آنچه بر زبان می آورد می داند. به هیچ رو از او نخواست که چیزی بگوید. به صرافت طبع خیش رازی را درباره نقشه فرار دیگری که خود در آن دست داشت با او در میان گذاشت آری در گرم و گرم طب اقدام چند نقشه به موازات هم دنبال می شد. مارک در عوض آنچه را که از نقشه خیش میدانست به او گفت. او از این کار نزد آسیا بر خود نبالیده بود. چه آسیا در همان نخستین نظر قضاوت نامساعدی درباره بونامیکو داشته بود. چند هفته بعد که مارک خبر یافت مقامات بازداشتگاه لیپاری نقشهش را با شکست روبرو کرده اند احساس ناخوشایندی به او دست داد و چون خواستار بررسی نگرانی هایی بود که دوست نداشت درباره آن با خود به گفتگو بنشیند بیان که نامی از بونامیکو ببرد مختصری از نقشه او را با شخصیت های مطلع بازگو و آنان بی و چرا سر تکان دادند و اظهار داشتند اینکه هیچ چیزش جدی نیست و این پرسش برای مارک پیش آمد که آیا در برابر پول ناصره آن ترار سکه سره خود را از دست نداده است اما در میان ضد فاشیست ها که همه به یک اندازه صمیمی بودند چندان خوردهگیری از هر سو وجود داشت که مارک دلیل کافی نمی یافت که بر قضاوت برخی از ایشان بر ضد برخی دیگر سهه بگذارد و هیچ چیز مجازش نمی داشت که میان شکست اتفاقی نقشه خود و نارازداری بونامیکو ارتباطی برقرار کند. همینقدر از آن پس از ملاقات با او پرهیز کرد. از آن زمان بیش از یک سال گذشته بود. تا آنکه بو او را در لوگانو یا شادی بس شدیدی نشان داد پاسخ مارک به آن شایسته نبود بو از آن دچار آشوب نشد بی باکی هوانورد بال شکسته را ستایش میکرد ولی ولی خیلی بی میگفت که کار بچگانه است که انسان جان خود را برای پاشیدن یک مشت کاغذ به خطر بیاندازد و او اگر میرفت و یک سبد مواد منفجره روی کاخ ونتزیا میریخت گرانتر از این برایش تمام نمیشد مارک پاسخی به او نداد ژولین هم که با نامیکو میخواست مزه دهانش را بفهمد برای آنکه خاموش بماند نیاز به هیچ کوششی نداشت او اندیشه های خود را برای خود نگه می داشت. آسیا گلهایی را که بونامیکو به او تقدیم میکرد میگرفت و با لبخندی توهی از مهربانی در او خیره میشد دست گلی را میبویید پشت به او میکرد و گلها را روی نیمکتی فراموش میکرد تنها کسی که از آن گروه به شیرین زبانی های پاسخ می داد. آنت مهربان بود که داستان هایی که بونامیکو درباره مادر بیچارش می گفت او را به رقت می آورد. آن دو غالبا با هم دیده می شدن. آنت با شکیبایی به سخنان پسر رنجدیده گوش می کرد و دلداریش می داد. و این یک گاه اشکی از چشم می سترد و از سر حق شناسی با گفتن بسیار ممنون در پاسخ همدردی آنت دستش را با احترام می بوسی. ولی آنت رازی نداشت که بتوان از او بیرون کشید. و با اونا میکو از سر خیشتنداری دیگر مزاحم این دلداری دهنده نشد. از گروه کوچک فاصله میگره. با این همه از خیال سفرشان به ایتالیا بیدرنگ خبر یا. مارکو آسیا در این باره برای نخستین بار در سرسرای مهمانخانه که تقریبا کسی در آن نبود گفتگو داشته بودند. جز جولیان و آنت کسی آنجا نبود. مگر در چند قدمی ایشان جنتلمن پیر بسیار آراسته ای که در برابر فنجان قهوه خود نشسته روزنامه تایمز میخواند از هنگامی که مارک از دیوار کوههایی که سایشان بر سرزمین بیبرکت شمال می ریزد گذشته بود، مست آفتاب بود. آرزومندانه بر کرانه های زیبای ایتالیا چشم میخواباند که آنجا دم دست او همچون گلی میشه گفت و در آسمان بر فراز تپه های سراب گرم دریاچه کم. آنت و آسیا این سرزمین افسون بار را می آنت از آن رو که در جوانی خود زمان زنده بودن پدرش در آنجا اقامت داشته بود. پس از جنگ هم چندین بار در سفرهایش به کشورهای خارج از آن عبور کرده بود. اما آسیا آنجا را دو بار دیده بود. یکی در زمان کودکی خوشبخت خیش و دیگری به هنگام مهاجرت پر ادبار. زنها نقاب دوگانه چهره آنجا را دیده بودند. کاخهای آراسته به افسر گل سرخ از یک سو و تب و و پلشتی از سوی دیگر. ولی گرداگرد گرد این هر دو آن دایره جادویی سیرسه روشنایی که لذت آرام آن ثروت و فقر هر دو را در خود قوتور می سازد. سیرسه زن جادوگری که هومر در اودیسه آورده است. آنان با لبخندی هم داستان در آن باره با یکدیگر سخن میگفتند و گویی کامرانی نهفتهی بود که فقط کسانی که آن را چشیده اند یاد آن را با هم در میان میگذارند. مارک تنها کسی بود که مزه این میوه را نمی و در آرزوی آن میسوخت که دندان در آن فرو کند کاری جز این نداشت که دست راست کند و آن را بچیند کاش به ایتالیا میرفتی زنها این پیشنهاد را قاپیدند با کسی که دوست میداریم شرکت جستن در لذتی که او با آن آشنا نیست و ما خود میشناسیم چنان است که گویی میوه را در دهان او بخوریم جولیان پاره اعتراض بر زبان آورده بود او این سفر را به جا نمی در نهان خطرهایی در آن میدید ولی گمان می برد که در احتیاط به راه مبالغه می رود برای چه لذت دوستانش را با درمیان گذاشتن نگرانی هایی که در حقیقت هیچ چیز جدی مجاز نمی دارد تباه کند. از سوی دیگر جولین پر در جریان کارها نبود. مانند بیشتر روشنفکران آزادی خواه و حتی چپ افراطی، سهم بس بزرگی در کشاکش مبارزه طبقاتی به اندیشه ها و مفاهیم می داد و از اقتصاد اطلاع کافی نداشت. نگرانیش برای مارک و مخاطراتی که این مبارز جوان با آن روبرو بود در این دم به چیز دیگری جز زدیت او با فاشیسم نظر نداشت جولیان بینون ملل سود جویان و های امپریالیزم صنعتی را که پیکارهای مارک موجب نگرانیشان بود به حساب نمی آورد از این رو به همین بس کرد که به او بسپارد تا پس از گذار از مرز مراقب سخنان خود باشد. مارکو آسیا سفارش او را به خنده برگزار کردند. چیزی در میان نبود که بخواهند مراقب خود باشند. جز برخورداری از پانزده روز هوای خوش به چیزی نمی اندیشیدن. به دور از سیاست. همه کارهای جدی تحتی. آنان جولیان و جورج را میگذاشتند که بچه را با خود به پاریس ببرند. آنت برای آنکه مزاحمشان نباشد پیشنهاد کرد که او نیز به پاریس برگردد ولی آسیا به او گفت اگر حرف تو را جدی بگیریم خوب گیر میافتی آنت گفت راست است گیرم ننداز با این همه هیچ تصمیمی گرفته نشده بود و آنچه مایه شگفتیشان شد این بود که روز دیگر هنگامی که بونامیکو با چهره خندان نزدشان آمد از ایشان پرسید کی حرکت میکنید مارک خود را به نفهمیدن زد و از پاسخ دادن تفره رفت. آسیا اخم کرد و گناه را به گردن پرحرفی آنت انداخت. ولی آنت سوگند یاد کرد که هیچ چیز نگفته است. بعد از ظهر که آسیا در سایه درختان اقلیم های دوردست در باغ زیبای کنار دریاچه گردش می در پیچ یک خیابان آن جنتلمن پیر خواننده تایمز را دید که با بوانامیکو در گفتگو بود. شب در سرسرای مهمانخانه وقتی که آسیا آن پیر بزرگوار را دید که در نزدیکیشان کنار میزی جا میگیرد در میان گفته شنود از سخن بازی استاد و از جا برخواسته به صدای بلند گفت برویم، حرفمان را جای دیگر بزنی آنت از گفته او ناراحت شد دلایلی که آسیا در گوشه دیگر سرسرا برای کار خود آورد مارک را هیچ قانع نکرد نه از آن رو که از ماجرای پیرمرد به تعجب نیفتاده باشد ولی از بدگمانی های مداوم آسیا حوصلهاش سر میرفت وانمود میکرد که بدان همچون یک گرایش روحی زنانه و یک حالت نگران و آشفته اعتنا ندارد آن را بزدلی میشمارد و هیچ چیز بیش از این نمیتوانست آسیا را آزرده کند از این رو در روزهای بعد مارک از سر گذافه خواست که از بونامیکو پرهیز نکند هرچند که دیدن او برایش هیچ لذت بخش نبود حتی او را در جریان نقشه های سفر خود گذاشت آسیا رنجیده خاطر او را در این کار به خود واگذاشت بو نامیکو مارک را به گرمی تشویق کرد مسیرش را برایش تعیین میکرد نشانی مهمانخانه ها را به او میداد و از اینکه نمیتواند همراه او برود دلتنگی میکرد افسوس میخورد که ورود به سرزمین زادبوم برایش ممنوع بود جاذبه این سرزمین او را همراه مارک و آسیا به گردشهایی در مرز کشاند یک بار در آن سوی گاندریا بونامیکو از مرز گذشت و همراهان خود را تشویق کرد که از او پیروی کنند. آنان گذرنامه هاشان روادید ایتالیا نداشت ولی بونامیکو لاف میزد که کوره راههایی را میشناسد که در آن با هیچ کس روبرو نخواهند شد. آسیا از این بازی بچگانه سرباز زد چه در همراهی یک مهاجر تبعیدی خدا میداند از چه رنگ خطر آن در برداشت که گرانتر از آنچه میارزی تمام شود مارک از سر مبارزه جویی اصرار ورزی از چه می بایست بترسد؟ او نامیکو خیلی بیشتر از او خطر میکرد. دست کم خود چونین می گف. ولی مدعی بود که مارک را به خور کوچکی در پناه ها خواهد برد و در آنجا قایقی خواهند یافت که آنها را بی آنکه دیده شوند در طول کرانه که در این سمت مرتفع است به گاندریا خواهد رساند همچنین به مارک می گفت که راه های پنهانی مهاجران ایتالیایی را که از آن برای گذشتن و گذراندن مطبوعات خود استفاده می کنند به او نشان خواهد داد همه چیز همچنان گذشت که او گفته بود مارکو آسیا چه این یک که مارک با بیعتنائی از او دعوت می کرد که همراهش نیاید، البته به دنبال او رفته بود. قایق را در نقطه گفته شده پنهان زیر توده ای از درختان پرشاخ و برگ یافتند و آنان بی آنکه پیش آمدی رخ نماید به لوگانو بازگشتند. ولی این موجب نشد که آسیا اعتماد بیشتری به بو پیدا کند زیرا اندیشید که او برای آنکه پیاده ای را در صفحه شطرنج به خطر انداخته باشد می بایست به خوبی مطمئن بوده باشد که برد با اوست آسیا اندیشه های خود را در دل نگه داشت و بر همین قیاس اندیشه های ایرانیز که روز دیگر به مغزش خطور کرد هنگامی که توانست از آنت اعتراف بگیرد که در غیبت او گونامیکو با حالتی سخت منقلب محرمانه نامه ای برای مادر بیچارش به دست ایشان داده است و گفته که چون خانهشان زیر نظر پلیس است برای آنکه پیک ها را به خطر نیندازد نامه را در پاکت دیگری به نشانی دوستی در میلان گذاشته است و او خود عهدهدار رساندن آن به مادر خواهد شد آسیا خاموش ماند بحث کردند هیچ سودی نداشت. آن دو سادلو خود را متعهد کرده بودند. برای آنت این یک امر عاطفی بود و برای مارک امری که با شرفش سر و کار داشت. اما آنجا که پای کسانی که دوست می داشت در میان بود، شرف و عاطفه خیلی مانع کار آسیا نمیشد. او دست و پای خود را با وسواس های بیهوده نمی بست. شب پیش از عظیمتشان از لاگانو هنگامی که مارک در خواب بود آسیا از تخت به زیر آمد و به سراغ نیمتنه مارک رفت و در جیب بغلش کیفی را که نامه در آن نهاده بود برداشت نامه را به در آورد و با وجدانی خشنود قنیمت خود را زیر پشتی و پیکر همچون ماده گربهش را زیر ملافه ها لغزاند و برای آنکه شوخی را به پایان برده باشد سر به سر شوهر گذاشت. مارک که زیر پیکر آن پریوش از خواب پریده بود اعتراض می کرد و نمی فهمید که آن دیوانه برای چه می خندد و می خندد. روز دیگر آسیا فرصتی جست تا نامه دزدیده را وارسی کند. خوب و پاکیزه در پاکت را باز کرد و چین بر پوز افتاده با نگاهی بدخواه نفس آن را خواند و از نو خواند یک چند بی حرکت ماند و به بررسی نامه پرداخت از نخستین تا واپسین کلمه اش را پیش خود از بر خواند سپس آن را پاره و ریز ریز کرد و توف بر آن درست همان گونه که می توانست بر پوزه کثیف نویسنده اش توف کند و سپس همه را سوزاند پس از آنکه حکم عدالت به اجرا رسید و در حالی که هنوز دلش خنک نشده بود زبان خود را به لبها کشید و پس از اندیشه کافی نامه دیگری نوشت و آن را در پاکت دست نخورده جا داد و درش را بست و بار دیگر راه جیب مارک را در پیش گرفت و آسیا پیش از عظیمت توانست آن را آنجا جای دهد. نخستین روزهای گردش در کرانه های سعادت بار آن دریاچه شیری رنگ که جزیره های برومه در آن می به خود آن جزیره های پریان می مانست. در سایه گرم باغها سرود کبوتران با نفس خوش بوی درختان پرتقال سر بر می داشت و همراه خنده آن سدان شاموز به تعطیلات رفته نواهای نیم پرده پاروهای تناسانشان آهسته بر آب نواخته می شد. فارغ از غم فارغ از هر گونه نگرانی بودند با تنی شاد، جانی سبکبار، همچون قاصدک هایی که فراز چمنزار در ارتفاعی کم معلق است. آنت کمتر از آن دیگران جوان نبود. به نارسایی قلب به چالاکی از بلندی ها بالا می رفت و از کوره راه های سخت و لغزان سنگی باز پیاده از موتارونه به باو نو فرود آمد. شب هنگام پاهایش کوفته بود و بامداد فردا قوزکهایش ورم داشت. نخواست بدان اعتراف کند. ولی در میلان به هنگام ورود دیگر ناگزیر به تسلیم شد. وقتی که خواست از ملافه ها به فریادش بلند شد. کمرش قولنج کرده بود و ناچار شد بیست و چهار ساعتی استفاده هد روز را در بستر بگذراند. آن دو پرنده دیگر فرصت برچیدن حتی دانه ای را از دست ندادن. آنت خود آنها را از اتاق بیرون کرد. بروید در کوچه ها، در موزه ها دانه برچینید. ما که روی هم پیش از پانزده روز برای سفرمان در ایتالیا وقت نداریم حتی یک روزش را نباید به هدر داد آنهایی هم که از پا بیفتند به جهنم آنت خندهکنان به پیش آمد بد روی خوش نشان میداد و همچنان که در ملافه های خود کرخ شده از حرکت پرهیز میکرد که مبادا دردش بیدار شود پنجره باز گوش ها پر از همهمه شاد نگاه خود را گرد نرده های سفید و چنبره بالای ستون و تیرهای کوچک جنگل مرمرین دوم و تاب می داد که از فراز بام ها در مه نازک آفتاب زده بر می جهید و پرواز کبوتران سفید بر آن حاله می ساعت‌ها ساعت ها سپری می شد بیان که او شمارشان کند. خود را هم بیکس کس نمیا. آن دو برای نهار نیامدند. آنت بر خودخواهیشان سه گذاشت و راهنمای بعد را درباره میلان به جای گردشی که امکان داشت با آنها بکند، خواندن گرفت و همچنان که میخواند به خواب رفت. صدای پاهایی در راه رو ضربه های آمرانه به در و آنت از جا جهست می بایست چهار یا پنج بعد از ظهر باشد. گفت بفرمایید. یک، دو، سه تن به درون آمدند با گونه‌های های پرگوشت و چانه های تراشیده که چشمان خود را وحشتناک و ساده لوحانه به هر سو می گردندن. با آن رفتارشان که به یاگوهای نمایش های خنده آور می مانست آنت پی برد که پلیس و آسیا و مارک را در میان گرفتند. از پشت در که بسته شده بود، صدای قدم های نظامی چهار رومین سگ نگهبان شنیده می شود. مارک رنگ پریده و منقبض بود. با صدای خفهی که می کشید به فریاد نگراید اعتراض می کرد. آسیا که بسیار آسوده می نمود از فراز شانه نگهبانان چشمک زیرکانه و سریع با آنت مبادله کرد. بیان که توضیحی داده شود، دو تن از آن سه مرد به جستجوی جامدان ها و اساسشان پرداختند. سومی هم که بی کنار میز آنت جا گرفته بود صورت مجلس می نوشت. در یک دم آن اتاق و اتاق پهلویی که به جفت جوان تعلق داشت از رخت و زیر جامعه بر باشده باشته پر شد. دستهای گندهشان میان پیراهن آسیا می کاوید. مارک پا به پا می شد و خشم خود را فرو میخورد. آسیا پاروی پانهاده نشسته بود و سیگاری گیرانده و با نگاه خود به ریش شکارچیان میخندی. از کلانتر دعوت میکرد که برچسب شلوارهایش را یادداشت کند. خونسردی آنت که پلیس ها را ورانداز میکرد و ریش خند گستاخانه زن سیگار به لب آقایان را سخت آزار میداد. بر آن شدند که تخت بیمار را هم بگردن. مارک در برابر ایشان ایستاد و سوگند یاد کرد که اجازه چون این کاری به ایشان نخواهد داد. آنت او را با دست کنار کشید و گفت بیایید آقایان تختم را درست کنید. و در حالی که بر عروس خود تکیه داده بود، ساقها خشک مانده به آرامی به سوی میزی که کلانتر در کنارش نشسته بود رفت و دست پیش برد که گوشی تلفن را بردارد. آن یک مخالفت کرد آنت چونان که گفتی با دربان مهمانخانه سر و کار دارد گفت بسیار خوب پس به بانک آدیژو پیا تلفن کنید که خانم رویر میخواهد با مدیر آن آقای لئون تسارا حرف بزند آن یک شگفت زده پرسید با آقای فرمانده و شما چه کارش دارید دلم میخواست در این بازدید حضور داشته باشه. شما میشناسیدش؟ از خودش بپرسید. پلیس ها جا خورده یکدیگر را مینگریستند. آن دو تن که توشک را اینک به دست گرفته بودند بر جای مانده با چشمان خود از رئیسشان پرسش میکردند. کلانتر تصمیم گرفت. تلفن کرد. چهره سراسر شهد و شکری که کلانتر به شنیدن صدای زرین فرمانده از خود نشان داد و این صفتی بس در خور بود گواه اهمیتی بود که برای تسارا قائل بود همه میدانستند که او یکی از ارکان رژیم هست. اگر دوچه ها را نبوغ یا مشتشان میسازد پول است که نگهشان میدارد بی پشتیبانی آن همه چیز فرو می ریزد. ولی لبخند چاکر معابانهی که چهره مرد را چاک میداد، پس از رساندن پیغام وقتی که صدای طرف نام خانم رویر را تکرار کرد و تعجب کرد و سپس در خشم رفت به حالت قمزدهی مبدل شد. گفتگوی تندی در گرفت که در آن کلانتر با عباراتی در هم آشفته وقایع را شرح می داد. آن دیگری که دیده نمی شد تو پتشر می زد. کلانتر بحث می کرد، عذر می خواست، عقب می نشست. زنها و مارک خاموش بودند و میکوشیدند تا گفتگو را دنبال کنند. آنان فریادهایی را که از گوشی تلفن به در می آمد و اعترافات ناشیانه ای را که معلوم می داشت پلیس در دامی که خود گسترده بود افتاده است می غاپیدن. بدتر آنکه کلانتر آنجا که می خواست خطای نخستین خود را تلافی کند در دام دیگری سکندری میرفت زیرا در جستجوی خود هیچ چیزی که بازداشت را موجه کند نتوانسته بود پیدا کند توبیخ و بددهنی از آن سو فروکش نمیکرد کلانتر که خرد شده بود دیگر جز اظهار چاکری فداکارانه چیزی در پاسخ گفت. آنت گوشی را از دست مرد گرفت و او با شتاب آن را به دستش داد و از بانکدار پوزش خواست که به سبب چون این حادثه مسخرهی مزاحم او شده است. و پس از سپاسگزاری دعوت تسارا را برای آنکه هرگاه یکی از این روزها گزارش به روم افتاد به دیدنش برود، پذیرو. آنگاه لطف کرد و از سر بزرگواری از ناپختگی پلیس ها که با نگرانی گوش به او داشتند درگذشت و اعلام کرد که دیگر همه چیز به خوشی پایان یافته است. کلانتر گفتهش را با شتاب تایید می کرد و هنگامی که گوشی روی دستگاه گذاشته شد به عذرخواهی های پرتول و تفصیل پرداخت. پیشنهاد کرد که خود و افرادش جامدان را که برهم زده بودند از نو بچینند ولی آسیا اظهار داشت که همان یک بار که آنان پنجه های خود را با زیر جامع های او پاک کرده اند کافی است و از این کار معافشان کرد. پس از آنکه خطر گذشت و کلانتر از عواقب خطای خیش مطمئن شد اعتماد به نفس خود را به عنوان یک مرد زن دوست یا زن نواز باز یافت و خوشامد آمد خام و زمختی برای زن جوان سر همبندی کرد و به خود تبریک گفت که از برکت این سوء تفاهم یک بعد از ظهر را در مصاحبتی چنین دلانگیز به سر برده آسیا در پاسخ گفت من هم آقای شوالیه به خودم تبریک میگم زیرا شما موضوع یک مقاله خنده آور را برای روزنامهم به دست من دادید و او تا دم آخر صبر کرده بود تا به اطلاع مرد برساند که خبرنگار یک روزنامه آمریکایی است چیزی نمانده بود که نفس کلانتر بند آید آنت به یک حرکت آرامش کرد و گفت که حادثه را پایان یافته تلقی می کند. مارک اظهارات چاکری و فداکاری مرد را که از نو آغاز میشد شد درز گرفت و با حرکتی خشک بی یک کلمه سخن در اتاق را به اشغالگران نشان داد. پس از آن در را پشت سر ایشان به شدت بست. آسیا هم خنده ریزی سر داد که به عمد آن را می کشی. آنت از او خواست که خاموش شود و ایشان را سرزنش کرد که رعایت احتیاط نمی کنند و خواست که داستان را سرانجام بر او روشن کنند. مارک حکایت آغاز کرد. آسیاس زیرکانه می گذاشت که او بگوید و مراقب حالت چهره با سخنان خشمالود و شرمنده اش بود و از آن به خنده می افتاد که مارک موفق نمی شد دریابد که چه روی داده است. آری او پاسخ معما را نمیدانست سرانجام آسیا پرده از روی کار برداشت مارک رفته بود و نامه بونامیکو را به نشانی آن برده بود البته همان گونه که آسیا انتظار داشت برندگان نامه به وسیله پاسبانهایی که دم در گماشته شده بودند در تله گرفتار شدند ولی هنگامی که در حضور خودشان نام باز شد کلانتر با چشمان حیرت زده در آن خواند اگر میخواهید ماهی بگیرید مگس تومتان را عوض کنید بونامیکو پتش روی آب است مارک سر و روی خرفی به خود گرفت گفت ها چی او که خودش این نامه را به من سپرده بود آنت فهمیده بود. به آسیا گفت ناقلا. خب در اون نامه اصلی چی بود؟ آسیا آن را از بر خان. نامه چنان که گفتی به یک همدست نوشته شده است نقشه عجیب و غریب یک توطعه ضد رژیم را به شرح می گفت. در آن از توطعه دروغین خواسته میشد که برای رفقا و اینجا نام چند تن از برجسته ترین مهاجران ضد فاشیست ذکر می شد، اطلاعات دقیق و گوناگونی درباره دفاع ضد هوایی فرودگاه ها بخش نگهبانی سربازخانه ها و غیره و غیره فرستاده شود و اون آمیکو امضا نکرده بود مارک گیج مانده خاموش بود آسیا بی شرمانه رجز میخواد ها حق با کی بود پسرک کودن حالا دیگه پی میبری که این دوست خوبت کیست؟ در زبان ایتالیایی بو نامیکو به معنای دوست خوب است. مارک شانه بالا انداخت. مدت هاست که میدونم دونم. بو می بردم. خاطر لجوج. پس این کارو تو عمدن کردی؟ دربارهش من تردیدهایی داشتم ولی دلیلی در دستم نبود. من فکر میکردم که شخص میتونه خائن باشه و مادری داشته باشه که برای اون مادر همون بچه یه تره ساده و بیغش باقی بمونه. من تحقیرش میکردم و دلم بر اون میسوخت ولی ولی من نمیفهمم. دیگه بیش از این چی هست که بخوای بفهمی؟ برای چی درست منو انتخاب کرد که به دست دشمن بسپره؟ منی که در برابر دیگران از اون دفاع کردم و این رو میدونه منی که اگر نبودم کلکش رو در پاریس کنده بودن از شکست خودش به سطوح اومده بود می بایست به هر قیمتی که باشه هنر نمایی بکنه تازه تو آیا بدگمانیهایت هایت رو از اون پنهان میداشتی؟ نه نه اهمیت نمیدادم بله تو حتی این افتخار رو به اون نمیدادی که از اون بترسی و باز از این تعجب میکنی که در پی انتقام بوده باشد؟ آنت گفت دختر تو برای پی بردن به خطاهای دیگری خیلی زیرکی اما پس چرا خودت مرتکب خطا میشی؟ برای تو آیا عاقلانهتر نبود که نگذاری ما به دام بیفتی؟ تا اینکه خواسته باشی خود دامگذاران رو تو اون بندازی و بریششون بخندی؟ آسیا گفت میدون گناه کردم من گناه می کنم و باز خواهم کرد هرگز نتونستم در برابر گناه مقاومت کنم و ما را به وسوسه مینداز آخر انتقام گرفتن خیلی شیرین است مردک انتقام گرفت تو انتقام گرفتی و حالا نوبت کیست؟